به نام مهرآفرین مهرگستر، عرض سلام و درود و روز بخیر داره با خدمت شما بینندگان خوب برنامه روشنا. امیدواریم که امروز به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین، صحتمند و سلامت باشین و برنامه امروز ما رو تا پایان دنبال کنین. اما دوستان، امروز راجع به حق حضانت در برنامه روشنا با هم صحبت میکنیم. حق حضانت به معنای سرپرستی و نگهداری از کودک است. ای که یک کودک به دنیا میاید، باید از همه جوانب از اون نگهداری بشه، حالا مادی، معنوی، جسمی و روحی. همه اینها طبیعی و بدیهی است که بر عهده پدر و مادر است در یک خانواده، که به این میگن حق حضانت یا سرپرستی. اما گهگداری هم اتفاق میافته در بعضی از خانواده ها که همو شکل طبیعی خانواده که متشکل از پدر و مادر و فرزندان است دچار یک سری تغییرات میشه، یا بنابر فوت یکی از والدین، یا بنابر جدایی آنها و موارد دیگر، که باعث میشه که در این زمینه باز این سوال پیش بیاید که در چنین شرایطی حق نگهداری و سرپرستی از کودک بر عهده چه کسی خواهد بود و چه کسی صلاحیت نگهداری از طفل را داره. امروز راجع به این مسئله با هم بیشتر صحبت میکنیم و از نظر قانونی، عرفی و قوانین بین الملل به این موضوع خواهیم پرداخت. کارشناس محترم برنامه با ما هستند، سرکار خانم عالمی. سلام خانم عالمی، خوش آمدیم به برنامه، در خدمتتان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما همکار عزیزم و همه بینندگان محترم. انشالله که جور و صحتمند باشین و بتوانیم که امروز مطالب مفید را ارائه بدیم. انشالله. خانم عالمی، قرار است امروز راجع به حق حضانت با ما صحبت کنید. اینکه حضانت کودک چی هست، اول بر ما یک توضیح واضح بدین تا بینندگان عزیز و ما هم بیشتر متوجه بشن که با چی مواردی میگیم حق حضانت. حضانت یعنی یک اقتداری هست که خب قانونگذار به والدین اعطا میکنه برای اینکه بتونه به واسطه اون اقتدارش از کودک مراقبت و نگهداری کنه. و این خب در قانون هم تعریف شده، ما در قانون مدنی خودمون هم تعریف داریم که در قانون مدنی میگه که قانون مدنی افغانستان حق حضانت یعنی که حق حفاظت و پرورش طفل در مدتی که طفل نیاز به مادر داره، یعنی نیاز به مراقبت از مادر داره. و خب همچنین یک تعریف کاملتر و جامعتری ما در قانون احوال شخصی اهل تشیع داریم. خب همونطور که میدونین بینندگان محترم، بحث حضانت یک بحثی هستش که مربوط به احوال شخصی میشه. و در این بحث خب ما با عنوان شیعه در افغانستان یک قانون مجزا و جداگانه داریم الحمدلله. خب در اونجا آمدن تعریف کردن که حضانت نگهداری، تعلیم و تربیت اسلامی و نظافت و تداوی اطفال می باشن. بله. یعنی علاوه بر این که خب در قانون مدنی خب به صورت کلی اومدن تعریف کرده که خب نگهداری اطفال هست، اینجا هم آمده این نگهداری رو خب تقسیم بندی کرده. یک قسمتش تعریف مربوط میشه به مراقبت های جسمی و تداوی هسته، این از لحاظ فیزیکی و بهداشتی. خب قطعا فرزندان ما نیاز به مراقبت هایی داره، مخصوصا که وقتی که تازه متولد میشه، خب یک نوزاد یا یک کودک خب چه مراقبت هایی نیاز داره. درسته. یک بخش شامل این میشه، یک بخش دیگهش گفته نیاز به تعلیم و تربیت اسلامی داره. حالا این تعلیم و تربیت و زمینش خب اسلامی را هم قید کرده، خب چون به عنوان اینکه هم مسلمان هستیم، تعلیم حالا آموزش حق آموزش هست یا هر نوع آموزشی به صورت چه در خارج از خانه باشه چه در محیط خانواده، بر اساس او دستورات اسلامی باشن. این یک تعریف دقیق تر را ارائه داده. بنابراین خود حق حضانت مجموعش میشه همون مراقبت از کودک، حالا چه در بعد مادی باشه مثل نگهداری از بچه ها در حالت اینکه حالا از جسمشون مراقبت کنیم، یا به نیازهای مادیشون از قبیل خوراک، پوشاک و مسکنشون رسیدگی بشه. بله. و یا اینکه مراقبت های معنوی داشته باشیم، مثل تربیت اونها، مثل آموزششون، مثل تأدیبشون. و اینها وظایفی هست که خب در قالب حق حضانت، یکی از حقوق مسلم یک کودک، برای والدین تکلیف شده از سمت قانون گذار. میگم تکلیف شدن این چیه، این که یک حق حضانت
خب برای یک طفل حق هست، یعنی حق از طفل هست به گردن والدین، ولی از سمت والدین ای هم حق هست، یعنی ما هم میتونیم بگیم حضانت حق پدر هست، حق مادر هست و هم تکلیف هست. یعنی طور نیست که فقط صرفا حق باشه. خب چرا که حق میتونه که در جاهای خب اینها از یک حق قابل اعراض هست، قابل اسقاط هست، ولی که بحث حضانت یک حقی نیست که بشه او را به راحتی ساقط کرد، مگر که با شرط خاص پیش بیایه، یا یعنی که بخواید پدر و مادر از او اعراض کنن. بنابراین یک تکلیفی هست به عهده پدر و مادر از سمت قانونگذار که موظف هستن که از فرزندان خودشون مراقبت و نگهداری کنن. حالا خانم عالمی که راجع به ای که حق حضانت چی هست با ما صحبت کرده، بگین که با چه کسانی این حق تعلق میگیره، یعنی شامل چه کسانی میشه حق حضانت؟ ما گفتیم که در حالت طبیعی که خانواده هست متشکل از پدر و مادر، بدیهی است که این حق حضانت بر عهده پدر و مادر است. حالا این پدر و مادر باید شرایط خاصی داشته باشن که این حق برشون تعلق بگیره، یا خیر صرفا بودن پدر و مادر یک طفل به این معناست که این حق برشان تعلق میگیره؟ قطعا این که خب برای این که یک پدر و مادر بتوانه از حق حضانت خودش استفاده کنم، باید یک شرایط رو داشته باشم و اساسی ترین شرایطش این هسته که خب پدر و مادر باید حضور داشته باشه، یعنی در قید حیات باشن. یعنی که اگر پدر و مادر در قید حیات باشن و با یک دیگر زندگی میکنن و اینها باید که هر دو عاقل باشن، یعنی خب شرط عقل واقعا یک شرط اساسی و مهم هست. شما تصور کنید که یک پدر یا مادر یا یک هر دویشون یا یکیشون خب اگر از بحث مثلا تفکر و عقل برخوردار نباشن، خب قطعا مصالح کودک به خطر میفته. بله، مخصوصا اگر خب پدر و مادر از همدیگر جدا باشن که خب حق حضانت برای عهده یکی از اونها باشه، باید که این شرایط را داشته باشن. یعنی هم حتی اگر چه کودک حتی بحث حضانت که میگن که خب اولویت همیشه پدر دارم، اگر چه با پدر باشه چه با مادر باشه، باید که از لحاظ عقلی باید اینها سالم باشن و اینکه جنون نداشته باشن. خب البته بحث جنون که بحثی هستش که موقتی هست، اینه در قانون آمده، در قانون احوال شخصیه، که اگر پدر یا مادر هر کدومشون یا هر دویشون به جنون مبتلا شدن، این حق ازشون ساقط میشه. ولی که اگر باز دوباره این جنون برطرف شد، باز دوباره میتونن از این حقشون استفاده کنن. گرچه که خب ما همطور که میبینیم گفتیم که غیر از این که خب این حق هست برای پدر و مادر، خب تکلیف هم هست. این اگر پدر و مادر دچار جنون شدن یک کدومشون یا هر دویشون، جنونشون برطرف شد، موظف هستن که از کودکشون مراقبت کنن. پس خانم عالمی، وقتی که یک کودک به دنیا می آید، یک طفل و تولد می شه، در واقع یک تکلیف بسیار بزرگ بر عهده پدر و مادر قرار می ده. برخلاف دید سنتی که در جوامع ما وجود داره، متاسفانه ما می بینیم که بسیار برای موضوع آوردن طفل و به دنیا آمدن کودک در واقع اینطور نگاه می کنن که خب ما یک طفل بیاریم تا باری از دوش ما بردارن در آینده، حالا مثلا شغلی را میگیرن یا یک اگر دختر باشه کارهای خانه، امورات خانه را انجام میده و با این هدف سعی میکنن که به طفل نگاه کنن که قرار است این طفل باری را از روی دوش ما برداره، در حالی که ما میبینیم که نه، از همون آغاز تولد کودک یک تکلیف بزرگ بر عهده پدر و مادر قرار میده و دارای حق حضانت و سرپرستی هست. و چقدر دیدگاه های ما میتونه نقض کنه ای داشتن حق سرپرستی و حضانت را بر کودک. ببینید وقتی که ما با این دید به کودک نگاه میکنیم که کودک ما قرار است، ما کودک بیاره، ما فرزند یا طفل بیاره به این خاطر که قرار است در آینده یک باری را از روی دوش پدر یا مادر برداره، چه در امور خانه‌داری چه در امور اقتصادی، پس بنابراین با این نگاه او زیاد احساس تکلیف نمی کنیم آنچنان که از نظر قانونی بر عهده ای ماست. اگر راجع به این موضوع هم با ما صحبت کنید ممنون می شود از شما. قطعا این که خب وظیفه پدر و مادر با عنوان این که خب قبل از این که یک حقی باشه که برای پدر مادر که بگیم که خب پدر و مادر
حقشان هست که با فرزند خودشون با طفلشان زندگی کنن و از اونها نگهداری کنن. خب این وظیفه ای هست که هم از سمت خداوند و هم از سمت قانونگذار برای پدر مادر نهاده شده و این ها در هیچ شرایطی نمیتونن از این وظیفه و این تکلیفی که هست اینها از این دینی که برای اون هست اینها نمیتونن از اونها اعراض کنن یا سرواز بزنن یا نسبت به او کوتاهی داشته باشن دقیقا. مگر در مواردی که خب ممکن هست اینها یک مشکلات رو داشته باشن. خب این مشکلات همطور گفتیم ممکن است یک شخص یا پدر مادر ممکن است یا هر دویشان یا یکیشان به بیماری دچار باشن یا اینکه ممکن است یک مشکلات دیگه از قبیل مشکلات به طور مثال ممکن است پدر معتاد باشد یا مادر توانایی مالی لازم را یا توانایی جسمی را نداشته باشد. چون که بحث مالی خب در این قسمت منتفی است، چرا که حق حضانت حالا باز یکی از آثارش برمیگرده به همان نفقه یا اجرت المثل حضانت هست که خب اینها بر عهده پدر هست در هر صورت، حتی اگر حضانت با مادر باشد، ولیکن به عنوان سرپرست های اطفال یعنی پدر و مادر به هیچ تحت هیچ عنوانی اینها نمیتونن از اون مسئولیت پدر و مادر خودشان کوتاهی کنن. و حتی این جالب هست که در کنوانسیون حقوق کودک هم بسیار تاکید شده، گفته که ممکن است به صورت مستقیم، حالا یه طور که ما به صورت یه قاعده حقوقی در قوانین اسلامی یا کشور خودمون داریم اونجا بیان نشده، ولیکن تاکید شده که حق حضانت در با عهده پدر و مادر هست، این والدین کودک هستن، مگر اینکه خب دولت هایی که عضو این کنوانسیون هستن اینها تشخیص بدن که این کودکان خب تحت با در زندگی کردن با پدر مادرشان ممکن است مشکلات مثل خشونت یا سوء استفاده اینها برایشون خب به مصلحتشون نباشه و این حق از اونها گرفته میشه. سپاسگزاریم از شما. و شما بیننده برنامه روشنا هستین از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری. یک فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم. ممنونیم که ما را همراهی میکنین در برنامه روشنا با موضوع امروز که حق حضانت کودک است. در خدمت سرکار خانم عالمی هستیم و برمیگردیم به ادامه بحث راجع به نوع دیدگاه سنتی که به فرزندان دارن خانواده ها در جامعه افغانستان و تکلیفی که بر عهده آنهاست در قبال سرپرستی و نگهداری از کودک. با هم صحبت هایی داشتیم خانم عالمی و گفتین که به هر حال هیچ نوع دلیلی در واقع وجود نداره که پدر و مادر بخواهن کمی و کاسی در این زمینه بر طفل خود ایجاد کنن و یا قائل بشن. حالا بیشتر صحبت کنید که این نوع تکلیف و این نوع احساس تکلیف در والدین چه تأثیر بر آینده ی اونها داره؟ قطعا این که خب اطفال با عنوان یک امانت های هستن در دستان ما و خب یکی از شرایطی که خب حتی قانونگذار یعنی در قانون احوال شخصی در قانون مدنی ما میبینیم یکی از شرایطی که خب بر اساس اون دستورات اسلام اومده از شرایط حاضرین یعنی کسی که حضانت کننده هست یعنی پدر و مادر یا هر دویشان این اومده گفته که شخص باید امین باشه یعنی امانت دار باشه و واقعا همینطور هست. این اطفال در دست پدر و مادر و والدین مثل یک امانت هست، امانتی هست که خب در دوران کودکی تمام شخصیت های اینها تمام اونجوری که قرار هست اینها در آینده یک شخصی برای خودشون بشه در جامعه در محیط خانواده و در تحت اون قیمومیت و سرپرستی پدر و مادر اینها شکل میگیره و هر گونه بی‌مبالاتی و بی‌مسئولیتی پدر و مادر در هر زمانی که خب اینها وظیفه حضانت و تکلیف حضانت که بر عهده اونها هستن اینها اگر کوتاهی کنن در آینده طفل و کودک اونها قطعا تأثیر خواهد گذاشت و این
هیچ زمانی اگر بخوای از این زمان خودش، یعنی از دوران کودکی که خب یک طفل وقتی که متولد میشه اولین بله حقی که خب بعد از حق حضانت خب در حضانت مادر وقتی طفل قرار میگیره اولین حقش این است که خب از حق شیر خوردن بهره مند شود. وقتی که مادر میایه از این حق فرزند را محروم میکنه، در حقیقت داره به سلامت او آسیب میرسونه، نه سلامت اون که بر روح و روان جسم کودک هم تاثیر میذاره، چرا که خب بحث شیر دادن و رضا خب شما همه میدونن یا حتی علم هم ثابت کرده شیر مادر یک خواصی داره که علاوه بر اینکه میگن که خب 400 تا ماده مغذی داره که بر رشد کودک تاثیر میذاره و هیچ شیر خشک پیشرفته هم تا حالا نتونسته این مواد را، یعنی این مواد را کامل تامین کنه، داشته باشه، در شیر مادر وجود داره. علاوه بر اینها خب یک آسایش و امنیت روانی هم به مادر و هم به طفل وارد میکنه که این خب قطعا اگر از طفل محروم بشه هیچ چیز دیگه نمیتونه این را جبران کنه و جای اون رو بگیره، جای گزین باشه براش. پس او احساس تکلیف را باید به صورت کامل والدین رعایت کنن، بدون در نظر داشته ای که ای طفل قرار است یک بار از دوش خانواده بردارن تا بتونن یک آینده خوب و روشن برای طفل رقم بزنن. حالا برگردیم دوباره سر بحث حضانت، و شما اشاره کردین که از آوان طفولیت کودک از همون آغاز تولد نیاز به حق حضانت داره و حق حضانتش باید به صورت به نحو احسن برش داده بشه. آیا این مراحل خاصی داره؟ یعنی تا یک سن خاصی کودک داره این حق است یا نه باید که تا هر زمانی که در خانه پدر و مادر است این حق را داره؟ بله خب قطعا وقتی که کودک متولد میشه از همون ابتدای تولد حق حضانت کودک شروع میشه تا زمانی که خب ما البته در قانون به صورت مشخص و معین نیامده که تا چه سنی خب کودک نیاز به حضانت و نگهداری داره. بله. ولی خب همقدر که گفته خب بیشتر خب در کشورهای در قوانین حقوق بشری خب سن قانونی سن 18 سال رو خب در نظر میگیرن. خب ما همطور که در برنامه های اول هم گفتیم سن کودک در افغانستان خب 16 سال و 17 سال برای در نظر گرفته شده که کودک هست. حالا ما نمیدونیم که دقیقا سن پایان حضانت در کودک برای پدر چیست، ولی برای مادر که مشخص شده است در قانون مدنی هم آمده، در قانون احوال شخصی آمده، در قانون مدنی ماده 360 اصخایی میکنم در ماده 249 اومده که اومدن که سن حضانت رو برای مادر، برای پسر، برای مادر وقتی که با مادر در حال زندگی کردن با مادر هست 7 سال تمام و برای دختر 9 سال هست. یعنی خب 2 سال بیشتر هست به خاطر اینکه خب دختر خب یک ارتباط عاطفی تری بیشتر، این نیازش به مادر خب اصلا نیاز بیشتری هم داره به مادر دارم. این سن را اومده قانون تعیین کرده و البته گفته که خب اگر نیاز بود خب محکمه تحت صلاح دانست میتونه این 2 سال را 2 سال را هم تمدید کنه، یعنی برای دختر 11 سال و برای پسر 9 سال را سال مثلا اینا را در نظر بگیره. باز در قانون احوال شخصی هم دقیقا همین رو آمده، ولیکن خب او 2 سال را حذف کرده، باز گفته که خب بنا به صلاح دید محکمه، اگر محکمه صلاح دانست یک جایی خب ممکن است بنا به شرایط طفل یا مادر خب این تمدید باشه، این قابل تمدید و قابل تغییر هست. ولی خب این سنش برای مادر مشخص است، اما برای پدر که خب همیشه حضانت خب حق پدر هست، این تکلیف هست بر عهده پدر، پایانش مشخص نیست. خب آغازش که مشخص است، این از زمانی که کودک متولد میشه، ولی اینکه پایانش چه سنی هست این دقیق در قانون نیامده، ولی که خب بیشتر فقهای اهل تشیع قائل هستن به سن رشد که حالا هر زمانی که کودک توانست رشد پیدا کنه او سن رشد او میشه سن پایان حضانت طفل کودک محسوب میشه. این که فرمودید برای مادر یک سنی را تعیین کردن، مثلا دختر تا 9 سال و پسر تا 7 سال، این در شرایطی است که حالا بنا به هر دلیلی شکل طبیعی خانواده وجود نداشته، یا جدا میشن از همدیگر و یا فوت یکی از والدین. حالا در این زمینه که شما گفتین برای مادر مشخص شده، شاید فوت پدر دلیل بر این باشه. حالا اگر که پدر فوت کرده بود و یک سن را
کودک تا همون سن مشخصی که قانون گفته چه دختر و چه پسر گذرانده، آیا در این زمان دیگر کودک نباید نزد مادر باشه یا نه موارد دیگه هست و این شامل فوت پدر نمیشه؟ خب کلا در خصوص این که خب حق حضانت، ما یک دوره داریم که کلا زن و شوهر کنار هم زندگی میکنن که خانواده کامل هستن، که مشخص هست که وظیفه این طفل، نگهداری از طفل بر عهده هر دو هست، یعنی هم بر عهده مادر هست هم بر عهده پدر. یک حالت هست که خب اینها از همدیگه جدا میشن، که حالا در قانونگذار اینجا تعیین کرده که برای مادر دختر تا 9 سال و پسر تا 7 سال میتونه در نزد مادر باشه، اما هم البته به شرط اینکه خب مادر خواهان باشه، چون در حقیقت این وظیفه و تکلیف پدر هسته، ولی مادر هم میتونه از این حق استفاده کنه و هم میتونه از این حق استفاده نکنه، یعنی میتونه که این پدر مادر اطفال اصلا از هم اول کنار پدرشون باشه از زمان جدایی. و یک حالت دیگه هم هست که ممکن است پدر خب فوت کنه که فقط مادر وجود داشته باشه، که در صورت فوت خب در قانون افغانستان اولویت بعد از که پدر فوت میکنه با مادر هست، این مادر حق حضانت داره. بله. و یک حالت دیگه هم هستش که خب ممکن است اصلا هر دوی اینها فوت کنن، یعنی هم پدر فوت کنه هم مادر فوت کنه و هیچ کسی مثلا این فرزندان، این کودکان هیچ کسی رو نداشته باشن. در اون حالت خب اولین کسانی که خب در قانون اومده مشخص شده بر اساس فقه شیعه پدر یعنی جد پدری هست و کسانی که خب به فامیل پدر مربوط میشه اونها در اولویت قرار دارن. بله. اگر یه همچین جد پدری وجود نداشت خب وصی هست یا ولی، حالا اگر وصی یا ولی تعیین نشده بود یا اینکه ممکن است به مشکل برخور بخوره، خب اینجا برمیگرده به همین محکمه، خب یا یک قیم یا وصی رو برای این کودکان خب تعیین میکنن. بله. و سوالی رو که شما فرمودین، گفتین که اسخای میکنم، میشه یک بار دیگه سوال خودتون رو؟ در زمینه حق حضانتی که برای مادر گفتین یک تعیین سن خاصی هست برای دختر. بله. و پسر، سوال من رو فکر میکنم جواب دادید که اگر فوت کنن یکی از اعضای خانواده، که مشخصا حالا در این سوال ما گفتیم در صورت فوت پدر، آیا باز هم ادامه داره او حق حضانت یا نه تا همون سن مشخصی که قانون گفته برای مادر حق نگهداری از فرزند را داره؟ دیگه مادر در اولویت هست نسبت به سایر کسان، مثلا جد پدری یا هر کسی دیگه. خب مادر در این زمینه اولویت داره و میتونه که فرزندان خودش را ازشون نگهداری کنه. بله. پس در زمینه اول، در گام اول، پدر و مادر در خانواده، و اگر بنابر هر دلیلی پدر نبود مادر هست، و اگر باز هم بنابر هر دلیلی مادر نتانست که سرپرستی کنه یا در قید حیات نبود، برمیگرده به فامیل پدر و جد پدری و همین رقم تا زمانی که هر کدام از اعضای خانواده پدر باشن، و باز اگر نبود محکمه در اون صورت تعیین میکنه یا قیم یا سرپرست را برای کودک. درست است؟ دقیقا همینطور هست. سپاسگزاریم از شما که با ما همراه هستین و همچنین از شما بینندگان عزیز که ما را همراهی میکنید. در برنامه روشنا یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. بله، سخن زیبایی بود از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم راجع به انتخاب یک نام نیکو برای کودکان، که ما در برنامه قبلی راجع به او صحبت کردیم. و چه زیباست که راجع به نامی که برای کودک انتخاب میکنیم فکر کنیم، چون همون رقم که در برنامه های گذشته ما گفتیم روی شخصیت و آینده کودک تاثیر داره. این که نام او چه بار معنایی داره بسیار مهم است و جز حقوق کودک گفته میشه. خب برگردیم به ادامه بحث. خواهم معلمی، راجع به حق حضانت هست، راجع به این با ما صحبت کنیم که آیا حق حضانت ساقط هم میشه؟ بله، در یک مواردی هست که مخصوصا برای زن حق حضانت ساقط میشه. در چه زمانی برای مادر یا زن این حق ساقط میشه؟
یک در زمانی که خب زن ازدواج کنه، یعنی مادر اگر ازدواج کنه میگن حق حضانت مادر ساقط میشه. البته خب این هم یک امر کلی هست، یعنی اگر یک زمانی خب ممکن هست محکمه تشخیص بده که ازدواج مادر یا زن به نفع یعنی مصلحت کودک رو در نظر بگیره، خب میتونه این آدم داشته باشه، ولی به صورت کلی حق مادر با ازدواج زن خب ساقط میشه. خب البته در صورت جدایی از پدرت، در صورت که جدایی از خب که وقتی که اگر طفل در تحت سرپرستی مادر باشه، اگر بله. مادر ازدواج کنه حق حضانت ساقط میشه. خب البته شاید بیشتر به خاطر این باشه که هم از منافع کودک حمایت میکنه و هم به نحوی منافع مادر را هم در نظر میگیره، چرا که خب ممکن است مادر خب وقتی که ازدواج میکنه به عمرات همسر دومش برسه و واقعا ممکن است در این زمینه خب برایش هم برای مادر مشکل باشه، هم مسائل کودک ممکن است اینجا خب در نظر گرفته نشه. و یکی دیگه از مواردی که حق حضانت رو ساقط میکنه چه برای مادر و چه برای پدر، بحث مشکلات اخلاقی هست که ممکن است طرفین داشته باشن، یعنی چه کودک در تحت حضانت پدر باشه در صورت جدایی یا تحت حضانت مادر باشه، اگر هر کدوم از اینها دچار یک سری مشکلات اخلاقی باشه که خب به کودک آسیب برسونه، این حضانت هم چه پدر اگر باشه چه مادر باشه از اینها ساقط میشه. حالا ایره که شما گفتین مشکلات اخلاقی داشته باشن، ایره چطور میتونن به اثبات برسانن؟ آیا صرفا ادعای ای که یکی از طرفین مشکل اخلاقی داره حق حضانت از او ساقط میکنه؟ خب به هر حال اینکه یک شخصی خب مشکل اخلاقی داشته باشه، این مشکل اخلاقی خب مشخص است، ممکن است یا به صورت این باشه که خب یک طفل رو به صورت خیلی آزار برسونن، مثلا ممکن است که پدر بی‌نهایت یک شخصی باشه که خشن باشه، یعنی رفتار خیلی خشونت آمیزی با طفل خودش داشته باشه، اگر این به حدی باشه که خب تنبیه ها یا تأدیب های پدر به حدی باشه که سلامت جسمی کودک رو به خطر برسونه، قطعا این خب یک مشکل اخلاقی حساب میشه. و یا اینکه نه، ممکن است یک پدری باشه که خب این به لحاظ شخصیتی مشکلات داشته باشه، به طور مثال ممکن است یک شخصی باشه که معتاد باشه، یعنی یک شخص سالمی نباشه، یا اینکه اهل مصرف مواد مخدر یا هر از این دست مشکلات داشته باشه، خب اینها که روان او رو تحت تاثیر قرار میده. دقیقاً، یعنی وقتی که طفل با همچین افراد زندگی میکنه قطعاً مشخص است که چه آسیب هایی میشه. در این مورد خب حق حضانت از مرد ساقط میشن. فکر میکنم این رو باید با مراجعه به محکمه اثبات کنن و ای که حالا مثلا چطور عوامل بازدارنده ای که میتونه مانع آسیب از طرف پدر و کودک بشه، این تنها کسی که و تنها مرجعی که میتونه بازدارنده باشه همون محکمه و مقام ذی‌صلاحی هست که در هر کشور وجود داره. بله. و یکی دیگه از مواردی که باعث میشه که حق حضانت ساقط بشه بحث ارتداد هست، اینه چون خب ما در قانون احوال شخصی خب این مشخصا اومده ذکر شده، یعنی کسی که مسلمان باشه، خب طفل مسلمانی هست، حالا اگر پدر یا مادر هر کدوم اینها مرتد بشه و از دین اسلام خارج بشه، اون حق حضانت از اون شخص گرفته میشه، به خاطر اینکه خب طفل نباید تحت حضانت یک شخص غیر مسلمان باشه. درست است. و یکی دیگه از موارد خب بحث جنون هست، یعنی اگر پدر یا مادر هر کدومشون به جنون مبتلا بشن این حق ساقط میشه، که حالا باز گفتیم اگر باز جنون برطرف بشه یا هر کدوم از این مشکلات برطرف بشه، این حق دوباره میتونه به والدین برگرده و والدین میتونن از این حقشون استفاده کنن. یعنی در واقع تمامی این موارد را قانونگذار به نفع کودک در نظر گرفته و سعی بر این است که کودک در یک محیط آرام و محیط مناسبی که برای او مهیا میشه پرورش پیدا کنه. حالا اگر گهگداری هم بنابر هر دلایلی لازم است که پیش یکی از والدین خود باشه، ای و صلاح اوست و قرار نیست که در واقع به خاطر با وجود هر نوع ضرری که با او ایجاد میشه باز هم تحت حضانت پدر و مادر هر دو قرار بگیره. اگر آسیبی متوجه او باشه باید سریعا برطرف بشه. سپاسگزاریم. راجع به آثار حق حضانت اگر با ما صحبت کنید، البته اگه بحث قبلی شما به پایان رسیده، راجع به این موضوع هم با ما صحبت هایی داشته باشید. بله، در خصوص خب حق حضانت خودش یک آثار و تبعاتی هم داره.
حضانت خب گفتیم هست، هم تعریفی که در اول برنامه خدمت بینندگان عرض کردیم، گفتیم حضانت هم مسائل مادی رو در نظر میگیره، یعنی شامل میشه، و هم مسائل روحی و روانی رو. خب آثارش هم دقیقا همینطور است، یعنی آثار حضانت یک بخشش برمیگرده به مسائل مادی. اگر فرزندان حقش این داشته باشه که خب تحت حضانت پدر و مادر باشن، اولین اثر مادیش این هست که باید هزینه ها و نفقه فرزندان تأمین بشه در محیط خانواده. این میشه یک اثر مادی. آثار معنویش هم مثل حق تربیت هست، حالا اینکه تربیت و تعلیمی که میبینه در محیط خانواده. خب از بحث آثار مادی شروع کنیم. خب اینکه وقتی که کودک در خانواده متولد میشه، خب و اولین حقی که برگردن پدر و مادر داره، و مخصوص اینکه اینجا میگیم پدر و مادر، اینجا به خدا اینکه بحث رضا و شیر دادن هست، که چون بحث رضا و شیر دادن یک حقی هست از سمت مادر، بله، ولی خب بیشتر فقها در قدیم قائل بر این بودن که خب این تکلیف نیست، یعنی مادر میتونه که این هست این حق خودش اعراض کنه، و در زمانی میتونه خب این تکلیف باشه که صرفا تغذیه با شیر مادر فقط برای کودک باید باشه، اینه که هیچ راه تغذیه دیگه وجود نداشته، یعنی میتونه مادر از این حق خودش اعراض کنه، ولی اگر این اعراض از حق شیر مادر برای کودک ضرر داشته باشه یا راه دیگه غیر از شیر مادر نباشه، مادر حق نداره، یعنی بر او تکلیف میشه. بله. ولی اینکه ما میگیم که خب چطور میشه که این یک بحث، خب چه ارتباطی به پدر داره؟ ارتباطش به این هست که حق رضا ممکن هست یک وظیفه باشه، یعنی از سمت مادر، ولی که مادر میتونه در مقابل این شیری که به طفل میده از همسرش اجرت طلب کنه، یعنی اجرت رو مثلش رو طلب کنه، یعنی حق شیر رو از پدر دریافت کنه. بله. پس این میشه جز آثار مادی حضانت. یکی از آثارش همین هست، و پدر هم موظف است که پرداخت کنه. موظف هست که پرداخت کنه. ولی خب ما اونجوری که فعلا میبینیم در قانون، یعنی در هم در قانون طفل هست که در افغانستان هستش، ما حقوق طفل داریم، اینجا اومده بحث رضا را یک وظیفه و تکلیف دانسته برای مادر. اینطور نیست که مادر بیایه و از حق شیر دادن خودش اعراض کنه، ولی که در کنارش خب این بحث اجرت المثل را هم قرار داره، یعنی اگر از او طرف وظیفه هست و تکلیف هست، قانونگذار برای مادر این تکلیف قرار داده که باید حتما کودک را شیر بده، در کنارش بحث اجرت المثل را هم قرار داده و یک تکلیف بر دوش پدر گذاشته در واقع، که اگر مادر درخواست کرد، تکلیف است بر دوش پدر که حتما باید او را پرداخت کنه. البته در صورتی نیست که مادر این را درخواست کرده باشه، و اینطور نیست که حتما باید پدر بده. و یکم برمیگرده بس نفقه هست، یعنی نفقه یکی از مواردی است که بسیار مهم هست، یعنی از مباحثی است که یعنی از مباحث جدا ناپذیر از بحث حضانت است، چون بحث حضانت، من وقتی میگیم حضانت یعنی سرپرستی و نگهداری. بله. مسلما بحث سرپرستی و نگهداری خیلی مهم هست، که بحث اقتصاد خیلی اهمیت داره، اینه شما نمیتونید در بحث نگهداری از کودک بگی، در بحث آموزش اگه باشه، اینه در هر مرحله اگه باشه، چه از زمان تولد تا زمانی که خب به سن رشد میرسه، قطعا یک سری نیازهایی داره، نیازهای مادی از قبیل خوراک داره، پوشاک داره، مسکن داره، نیاز به تحصیل و آموزش داره، تفریح داره، مسافرت داره، همه اینها دقیقاً بهداشت، همه اینها نیازمند به مخارج و هزینه های مادی داره. درسته. و وظیفه همه اینها، ما در اسلام وظیفه همه اینها بر عهده پدر گذاشته شده، یعنی پدر موظف است که این مصارف را تأمین کنه، حالا چه این حق حضانت حتی اگر با مادر باشه، یعنی حتی اگر طفل در زمان جدایی با مادر باشه، میگیم که خب زن و شوهر از یک دیگر جدا شدن و طفل دختر یا پسر تا یک سنی که خب قانون مقرر کرده حضانتش با مادر هست، اما حق نفقه و تمام هزینه های اونها رو باید پدر پرداخت کنه. آیا میزان توانایی مالی پدر هم مد نظر هست در چنین موردی؟ چون مثلا شاید مادر یک توقع بالاتری داشته باشه بر فرزندش از نظر خوراک، پوشاک یا تفریح یا هر چیزی که در توان مالی پدر نباشه.
باشد. در این صورت آیا میگیم حق حضانت از پدر ساقط میشه چون توانایی مالی آنطور آنچنانی را نداره که برای کودک تامین کنه، یا خیر بستگی و توانایی مالی پدر داره؟ اصلا کلا نفقه یک بحثی هست که برمیگرده هم توانایی مالی پدر را در نظر میگیره و هم هزینه ها، یه هزینه های متعارفی باید باشه. بله. یعنی هزینه ها نباید هزینه هایی باشه که غیر متعارف باشه. متعارف یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که عرف عموم جامعه اون رو میپذیره. به طور مثال خب هزینه یک خورد خوراکی که در حد نیاز باشه، پوشاکی که در حد نیاز باشه، تعلیم و تربیتی که در حد اون عموم جامعه باشه، اینها رو شامل بشه. بله. خب مسلما اگر بخوای اون نیازهای خارج از اینها باشه، خب اونها شامل نفقه نمیشه. نفقه نیازهای متعارف رو فقط شامل میشه. پس آثار مادیش اینها هست. وقت بسیار کمی از برنامه باقی مانده، راجع به آثار معنوی هم با ما صحبت کنید. بله، از آثار معنوی مهمی که خب بحث حضانت و نگهداری از کودک داره، بحث تربیت هست. یعنی در بحث تربیت بسیار تاکید شده، قانونگذار در قانون هم اومده که یکی از وظایفی که مهمی که پدر و مادر در قبال فرزندان داره اینه که از اونها رو باید به نحو احسن تربیت کنن. خب در اسلام هم این بسیار تاکید شده. پدر و مادر در کنار اینکه وظیفه‌شون این هست که از جسم کودکشون مراقبت کنن، نیازهای مادی اونها رو برطرف کنن، باید که اولا تربیت اونها باید بر اساس تربیت اسلامی باشه. یعنی اگه وقتی ما میگیم یک طفل در یک محیط خانواده اسلامی متولد میشه، این انتظار میره که پدر مادر تمام تلاششون رو بکنن که طفل رو بر اساس اون آموزه‌های اسلامی تربیت کنن. و یکی بحث دیگه، بحث حق آموزش هست. یعنی حق آموزش جزء حقوق اساسی و غیر قابل انکاری هست که خب قطعا استارتش و اون نقطه شروعش از خانواده ها آغاز میشه. بله. یعنی وظیفه پدر و مادر هست که فرزندان خودشون رو در معرض آموزش قرار بدن، یعنی اونها رو از آموزش محروم نکنن. و یکم بحث حالا تربیتی که گفته شد، بحث تأدیب هست که بحث تأدیب یعنی آموزش دادن و تربیت هست در محیط خانواده، که باز هم این وظیفه هر یکی از این والدین هست که حق حضانت بر عهده اونها گذاشته شده. بله، سپاسگزارم از شما که در امروز در برنامه تشریف داشتین و شما که ما را همراهی کردین. تا پایان برنامه مراقب کودکانمان باشیم و تکیه‌گاه آنها باشیم. شب و روزتان خوش و بدرود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.